سلام، همیشونو بیا هوکاگ اینجاست با قسمت دوم گنشین کست، سری ویدیوهایی که طولانی هستن، ادیت کمی دارن، هوکاگ داخلش زیاد صحبت میکنه و شما میتونید قبل از خواب، بعد از خواب، حین بازی کردن گنشین امپکت، در مواقع افسردگی اونو ببینید و ازش لذت ببرید. البته همونطور که میبینید الان ادیتور اینجاست و نشون میده که این ویدیو تا آخر قرار پر از ادیت و سورپرایز های عجیب غریب باشه که من هنوزم خودم نمیدونم چی هستم. پس این ویدیو ادیت زیاد داره. خب دوستان، قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، بیاین در مورد عنوان این ویدیو و حالا اون چیزهایی که در ادامه ویدیو قرار ببینیم یکم صحبت بکنیم. ببین، من اول قصد داشتم اسم این ویدیو رو بذارم اکانت ریویو گنشین امپکت، یعنی ویدیویی که ما میایم اکانت منو بررسی میکنم، مثل همه ویدیوهای تیپیکال اکانت ریویو، آرتیفکت، اصله، کاراکتری که دارم در موردش صحبت میکنم. توی فکر بودم که داخل این ویدیو در مورد چه چیزایی صحبت کنم، که رفتم اولین ویدیوی گنشین امپکت خودمون که حالت اکانت ریویو داشت رو دیدم و اونجا بود که زره من تلنگر خوردم. اون ویدیو اسمش اکانت ریویو گنشین امپکت نبود، اسمش بود دور همیه گنشین امپکت. و وقتی که من داخل دیدم خودم دارم در داخل این ویدیو دارم صحبت میکنم، تازه موقع رنگ که 44 بودم و اصلا هیچ خیلی از چیزهای گنشین امپکت نمیدونستم. آرتیفکت 5 ستاره، مثلا قدرت ابیس چیه، این چیزها رو اصلا نمیدونستم. تنها علتی که من به گنشین امپکت علاقه من بودم اون بحث فقط ماجراجویون، عشق صرف سبک رول پلی بازی بود. اون ویدیو رو که دیدم خیلی احساسی شدم و چه میگن اون حس نوستالژی که تحماس بخیر سریال تیزر سریال مهمونی داره، عروسک هم داریم داری. اون حسی که اون شادی اون موقع خودم که دیدم غبطه خوردم که من چقدر اون موقع گنشین امپکت بیشتر دوست داشتم و الان شده صرفا مثلا الان یه حالت رقابت پیدا کرد، یه کسی که دمیج بیشتر، آرتیفکت خفن‌تر، چنین چیزی، و خیلی غبطه خوردم، خیلی ناراحت شدم از این قضیه. و حالا اسم این ویدیو رو پس تصمیم گرفتم به جای اینکه مثلا بذارم اکانت ریویو گنشین امپکت، که یعنی باز چنین سبک رقابتی و مثلا اکانت ریویو، مثلا کی دمیج بهتر پس اکانت بهتر، به جای اینکه چنین سبکی داشته باشه، نه، بذارم یکم ویدیو خودمونی‌تر باشه، اسمش هنوز باشه دور همی گنشین امپکت. صرفا یه مهمانیه که شما میاد به اکانت گنشین امپکت من و اونجا من از ذره صحبت میکنم. و بذارم یادون باشه گنشین امپکت این آمارش نیست، این درصدای خفن نیست، چیزهای خفنی که ما جمع میکنیم نیستن. گنشین امپکت بازیه که این دوستی ها رو بین ما ایجاد کرده، این جامعه، این کامیونیتی رو ایجاد کرده که ما داخلش تونستیم یه عالم دوست پیدا کنیم. گنشین امپکت بازیه که ما موقعهایی که افسرده هستیم، موقعی که از خودمون بدمون میاد، این بازی رو باز میکنیم، کاراکتر مورد علاقه رو برمیداریم، میریم سراغ هلیچرزای بدبخت، اون عصبانیتمون روشون خالی میکنیم و دوباره خوشحال میشیم. گنشین امپکت این بازیه، گنشین امپکت یعنی این، یادمون باشه. ادیتور پایه باشیم، ویدیو رو شبیه اون ویدیوی یک سال پیش شروع کنیم. آماده هستی؟ Let's go. اوکی، بس دیگه بریم سراغ ویدیو، برو که بریم. خب بچه ها، خوش اومدید به اکانت گنشین امپکت من. بریم ببینیم که در یک سال اخیر چه تغییراتی در این اکانت ایجاد شده است. اول از همه میرم سراغ رنکم. من رنکم 57. یک سال پیش اگر کسی رنکش 57 بود، یعنی اصلا یارو دیوونه بود، یعنی مثلا وحشیانه داشت بازی میکرد. اما الان رنگ 57 زیاد خاص نیست، همون الان 58 دیگه 59 خواستم و فکر نکنم زیاد یه بیشتر از چند نفر انگشت شما رو 60 هم شده باشن تازه. آره، این از این ماجرای رنگ. اما حالا بریم اصل ماجرا، خیلی سریع ماجرای کاراکترها. دادادادان، اینم از لیست کاراکترهای من، لیستی طویل و طولانی، فکر کنم 31 کاراکتر دارم. و یه چیز جالب بهتون نشون بدم، بزن کایر انتخاب کنم. ادیتور این تیکه ویدیو رو بذار کنار اون لیست کاراکترها که اون سری داشتم. بچه نگاه کنید، این اون موقع رنگ 44، رنگ 50، اصلا اون موقع خیلی کمتر بود کاراکتر، اصلا با همون کاراکتر خیلی کم دیگه آدم اصلا چون یه چیزی کمی داره ارزشش بیشتر میبینه، هی میره سمتش. اما الان که کاراکتر زیاد شدن آدم اصلا خیلیشون فراموش میکنه دیگه. بچا قبل از اینکه بیشتر در مورد کاراکتر صحبت کنم، قرار بود ادیتور کلیپی درست کنه که من کاراکترهایی که بیشتر استفاده میکنم و بهتون نشون بده. اگر اون کلیپ آماده است که الان میبینید، اگر نه باز چیز بعدی رو میبینید.
بچه امیدوارم که با لیست حال کرده باشید و اگر رتبه ای از کارکتری در لیست باعث شد برگاتون بریزه و تعجب کردید در کامنت ها بنویسید ما هم بخندیم حال کنیم. حالا نکته که بگم بچه این رتبه بندی که داخل لیست، یعنی لزوماً رتبه بندی قوی تر بودن یا بهتر بودن یک کارکتر نسبت به کارکتر دیگه نیست، صرفاً نشون دهنده اینه که من کدوم کارکتر بیشتر استفاده میکنم. اما خب تا حدی هم نشون دهنده برتری کارکتر نسبت به هم هست، تا حدی اما نه دقیقاً. بریم ریزر شروع کنیم. ریزر کارکتریه که خیلی وقت پیشا خیلی معروف بود و مثلا اکانت های خفن گنشین امپکت، یوتیوبر خفن ها حتما ریزر رو بیلد میکردن، اما من اصلا هیچ وقت از این کاراکتر خوشم نیومد، نه از اسکیلش نه برستش. یعنی بعضی وقتا گنشین امپکت تو ایونت ها میدادش، بعد من موقعی که بهش بازی میکردم گفتم what the fuck، این سود این کاراکتر چیه؟ گرچه من هیچ وقت تلنت ها و کانساش هم نخوندم، شاید یه قدرت های مخفی داشته باشه که من نمیدونم. حالا تو کامنت ها بنویسید آیا کسی از شما با ریزر بازی میکنه یا نه. کاراکتر بعدی که در لیست لولش پایین بود اما کاراکتر خفنی کوجو ساراه که اگر شما کانس 6 شو داشته باشید، در واقع اگر خودم کانس 6 شو داشته باشم قطعا ازش استفاده میکنم، چون که یه دونه بوست خیلی شدیدی میده به شوگان و اون موقع است که داستان جذاب میشه. تازه به غیر از اون ایش هم بهتر کار میکنه، بکنم اون چیز خودکار منفجر میشه دیگه، اصلا لازم نیست شلیک کنید جایی تا اون چیز منفجر بشه. الان من از این کوجوسارا خوشم نمیاد، اصلا اسکیلش اینا خیلی کندم، اما اگر کانسش زیاد بشه اون وقته که یس نایس. کاراکتر بعدی یانفی. اگر پسر خاله من یانفی اینو ستا کراون نکرده بود، لول 90ش نکرده بود، اصلا بهش فکر نمیکرد. اما حالا اگر کانساشو نگاه کنید، کانس 4ش که من ندارم یه چیز جالبی هست، خب که شما بهتون شیلد میده، بعد یه شیلد عجیب و غریب 250% بهتون شیلد میده و حتی من چک کردم این شیلد حتی میتونه در حد لول های شیلد جانگلی هم کار کنه. پس من اگر روزی بخوام بیام یانفه بیلد کنم، هدفم اینه که یه دونه کاراکتر شیلدر باشه. و چرا من مثلا وقتی جانگلی دارم توی فکر اینم که یک کاراکتر پایرو رو بیام ازش استفاده کنم برای شیلد؟ کسایی که هوتاو دارن میدونن اینطوری ما اگه دوتا کاراکتر پایرو داشته باشیم میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم اون رزونانسشون رو فعال کنیم، بعد دمیج پایرومون بیشتر بشه. بعد حالا ممکنه بپرسید چرا پس از توما یا شینیان استفاده نمی‌کنید؟ توما که چیزه؟ توما که شیلدش توما باعث میشه که اون عنصر آب حریف، بخش عنصر آبی که میدیم از بین بره، بعد اون وقت مثلا هوتاو نتونه ویپرایز کنه، دیلوک نتونه ویپرایز کنه، بعد اذیت میکنه بعضی وقتا. شینیانم یه زمانی بیلدش کردم اما نمیدونم چرا متوقف کردم. کامنت ها بنویسید آیا شیلد شینیان خوبه یا نه. من میدونم که خیلی شینیان رو چیز استفاده میکنن، مثلا مین دی پی اس استفاده میکنن. اگر شیلد شینیان خوبه بگید که من بیلدش میکنم. اما امبر همونطور که میدونید در یک سال گذشته اصلا ارتقا پیدا نکرده و حتی فکر کنم اسلحه‌اش هم ازش گرفتم، بله و اوضاعش بدتر هم شده و نظرم هم هیچی در موردش تغییر خاصی نکرده. تو کامنت ها باز بنویسید دفعه قبل رو نوشتید آیا کسی از شما هست که از امبر استفاده میکنه و رنکتون هم چنده، اینم بنویسید خیلی مهمه، چون من خودم تا رنک 44 از امبر استفاده میکرد. هی دلم واسه این دختره میسوزه، از اول تو این گنشین بود، از اول هم افتضاح بود. آخه چرا میدونی چرا؟ بریم سراغ کاراکترهای کرایو و حالا روزاریا. ای من اکانتم کاراکتر کرایو خوب نداره، یعنی ته کاراکتر کرایو من کایاه، ولی این بدبختم زیاد حتی بیلد نکردم. یعنی من آیاکا ندارم، یولا ندارم، اون دختر شنه رو ندارم و کایا دیگه اون تنها آدمی که هستش. اما خب یه نفر کافی نیست، همیشه به یه نفر دومی هم نیاز داره. این نفر دوم گفتم کی بذارم؟ سه تا گزینه بود، دایونا که کانس 6 هم هست، اما متاسفانه من باش حال نمی کردم، یعنی هنوزم که هنوز باش حال نمی کنم، گرچه می بینید که دارم لول 80ش هم می کنم. واسه همین گفتم بذارین یه نفر دیگه هم که ازش خوشم میاد و بیلد کنم. بعد دو تا گزینه اینجا بود، روزاریا بعد چانگیون. روزاریا چون مثلا یه حالتی داشت که نیزه دستش بود، بعد مثلا بعد هی نرمال اتک میزدی من خوشم نمیومد باز، بعد رفتم چانگیون رو بیلد کردم، بعد الان دارم میفهمم که ظاهرا روزاریا مثلا عنصر یخ و بیشتر به دشمن ها تزریق میکنه و شاید بهتره.
و الان دارم حتی اینم بیلد میکنم. یعنی مثلا خیلی دارم کار اشتباهی میکنم، به جای اینکه متمرکز شم روی یه نفر دارم همزمان سه تا کاراکتر میارم بالا. و چون میگن اصطلاحش نمیدونم چی، اما اگر همزمان همه چی رو هم بخوای فقیر میشی چنین چیزی. آره خلاص این که تو این زمینه بهم کمک کنید، بین دایونا، چانگیون، روزاریا به نظرتون من کدومو بیلد استفاده کنم بهتره؟ گرچه اصل کلی من خودم دارم، اگر کاراکتری کانس شیشه اون برای اون ابیسون غذایی بهتره، اما از لحاظ علاقه چانگیون علاقه اصلی من، این داره لیول 80 هم میشه به زودی. پس اینم از این قضیه راستی چی هم دارم، اصلا اینو زنی داخل لیست نیاوردم، این اصلا هیچ فکری بهش نمی کنم. چی رو نمیدونم، من موقعی که گرفتم خیلی بهش امیدوار بودم، احساس میکردم هم کرایه میده به دشمن هم جون میده، اما اینقدر که مثلا اسکیلش دیر میاد اصلا خیلی رو مخه نمیفهمم، این درک نمی کنم چرا اینقدر اسکیلش دیر میاد. حالا باز تو کامنت ها بنویسید بین روزاریا، چی چانگیون، دایونا من رو کدوم سرمایه گذاری کنم بهتره. هدفم هم دمیج نیست، هدفم اینه که مثلا یه ساپورت کرایه باشه صرفا. نظر خود رو بگویید. کاراکتر بعدی لیزا. من چون اگه من لیزام کانس 6 بشه من خیلی دوستش دارم، گرچه همین حالا تلنتاشم خیلی خوبه، میاد میزنه دفاع دشمن کم میکنه، پس شاید الان ازش استفاده کنم، اما کانس 6ش اگر کانس 6 بشه در الان مثلا برای اینکه دمیج بگیرید بعد سه بار دشمن رو هی بزنید بعد تازه اون دمیج اصلی میاد بیرون، اما کانس 6 که بشه خودکار دشمن وقتی که لیزا میاد رو زمین دشمن ها سه تا استک برق روشونه، بعد که میاد دیگه نابود میکنه. این خیلی جذاب میشه کانس 6ش، گرچه گرفتن کانس 6ش خیلی سخته، این علنا بعد از شاپ فقط بخریدش، از اون شاپی هست که هر ماه دوتا کاراکتر میفروشه، چون خیلی شانسش کمه که داخل اون بنر استاندارد بگیردش. حالا این از ماجرا لیزا. بیدو هم من دارم یه بار، یعنی همیشه دوست داشتم که بیلدش کنم، یعنی خیلی کاراکتر جذابیه، یعنی اون چیز برستش هم خیلی جذابه، برستش خیلی جذابه، من واقعا به زودی بیدو رو بیلد میکنم، اما چون کانسش کمه فعلا سمتش نمیرم. خب و تازه زیاد نیاز به کاراکتر الکترام ندارم، این وقتی شوگان هست اکثر نیازهای آدم پوشش داده میشه، اما بیدو هنوز به نظرم خیلی کاراکتر جذاب و خفنی. یونجین، بچه ما یونجین خیلی بازی کردم، بعد کانس 6 دیگه من گفتم چون کانس 6ه بعد تازه اتک اسپیدم میده کانس 6ش، گفتم من باید بیلد کنم دیگه، نمیشه کانس 6 گذاشت. اما الان هر چقدر دارم فکر میکنم مثلا من هنوز درک نکردم این به درد چی میخوره، یعنی هنوز که هنوز من احساس میکنم خیلی به درد نخوره. حالا بذارم لبرش بره بالاتر تا بتونم واقعی تر تستش کنم، فکرم تلنتش هم هنوز قفله، نه تلنتش هم باز شده. حالا یکی از تلنتش هم خیلی خفنه، به یارات اتک میده، بعد این خیلی جذابه، این حالت بنت دور داره. حالا من هنوز تو ابیس تستش نکردم، اما تو کامنت ها بنویسید شما یونجین بیلد کردید یا نه، به نظر پتانسیل داره، یعنی تلنت ها چیزایی که نوشته چیزای خفنی هست، اما حالا ببینیم که چی میشه. من تیم فکرم که بیلدش کنم. یادتون باشه کاراکتر کانس 6 دارید بیلدش کنید، حالا فقط دایونایی که من کانس 6 استفاده نمی کنم، بقیه رو استفاده میکنم. خب حالا برای کسایی که لول پایینن بعد همیشه میگن ما کدوم کاراکتر رو بیلد کنیم، بذار الان اسم چند تا کاراکتر میگم، شما بدون شک اینا رو بیلد کنید، بدون شک باربرا رو قطعا بیلد کنید اگر رنگ زیر 50 دارید، شانگلینگ رو قطعا بیلد کنید، بنت رو قطعا بیلد کنید، سوکروس رو قطعا بیلد کنید، نینگوانگ رو قطعا بیلد کنید، بعد سینچو رو که دیگه بی نهایت بیلدش کنید، بی نهایت. خب پس اگر کاراکتر زیر رنگ 50 هستید واسه تون سواله که تیمم چی باشه واسه هم در آینده بهتره، این کاراکترهایی که بهتون گفتم اینا حالا 4 ستاره هستن، 5 ستاره هاتون رو قطعا بیلد کنید، 5 ستاره که هیچی، 4 ستاره این چیزایی که گفتم و اونا رو بیلد کنید که اونا خوبن. بریم در مورد نوئل صحبت کنیم، کاراکتری که من داخل ویدیو اول گفتم شیز پیس آف شیت، به درد لای جرز نمیخوره، اما همونطور که میبینید لول 80ه، یعنی من خیلی روش سرمایه گذاری کردم. البته بیاین راستگو باشیم، علت اینکه روش سرمایه گذاری کردم این بود که این اسلحه رو 5 ستاره گیر آوردم، بعد گفتم آقا من اینو بذارم روی نوئل، نوئل خدا میشه، اما نمیدونم چیکار کار نمیکنه،
احتمالا این آرتفکت ها اینا رو گن زدن. آره آرتفکت خوب هم نداره بدبخت. آرتفکت کریزمان گوشه. آره آرتفکت خوبش ازش گرفتم بعدا به کسی دیگه احتمالا دادم به یونجین فکر کنم. و این من این میخواستم دی پی اسش کنم، خب نوئل مین دی پی اس میخواستم ازش در بیارم، اما احساس میکنم که کانسای بیشتری نیاز دارم. اگر کانسام بیشتر بشه، تلنت هم که ریده، آره حقیقتا خوب روش سرمایه گذاری نکردم، انتظار بیش از حد ازش دارم، اما من تو نظرمه که یک روزی نوئل رو خداش بکنم، یعنی این تو ذهن من هستش. گرچه شما اگر اکانتتون لولش بالا نیست این کارو نکنید، این خیلی شکست بزرگیه، اما آره من دوست دارم که یه روزی نوئل رو قویش بکنم. راجع به کچینگ و فیشل هم صحبت بکنم. فیشل خیلی کاراکتر خوبیه، اما اون اوایل خوب بود، الان احساس میکنم اون خوبی سابق رو نداره، احساس میکنم که اون دمیج دادنش آنچنان خوب نیست و خیلی منتظرم که یه کاراکتر الکتروی بهتر بیاد، که مثلا چیز اومد دیگه، یایمیکو اومد، یایمیکو قطعا میزن تو گوش فیشل میندازش کنار، خب یا مثلا خود بیدو هم حتی شاید خیلی وقت بهتر فیشل بشه، اما من خود یه زمان طولانی فیشل رو استفاده میکردم، اما الان دیگه به نظرم چندان خوب نیست. البته اگر شوگان ندارید احتمالا فیشل میاد تو تیمتون، اما مثل قبل ابرقدرت نیست دیگه. کچینگ، کچینگ آقا من خیلی بیلدش کردم، یعنی واقعا خیلی بیلدش کردم، مثلا اسلحه ریفاین 5، آرتیفکت های خیلی، حالا خیلی خوب نه، بزن کریت ریت کریت دمیج پایین داره آرتیفکت، بزن ببینم بد نیستن دیگه، حالا 50-23 حالا خب بدن، خب اما نمیشه، کچینگ رو نتونستم باش حال کنم، نمیتونم باش حال کنم. گرچه من تا ابد قدردانش هستم، تو ویدیو خدای جنگ 1 کار رو واسه همون در آورد، تو عشقی یس اینطوری کرد، اما من نمیتونم باش بازی کنم، مخصوصا این که تازه حالت دی پی اس تور داره، بعد من دوست دارم آقا شوگان رو جاش بیارم تو زمین، من برای چی کچینگ رو بیارم تو زمین؟ میدونی چی میگم؟ میدونید؟ ما بریم سراغ یه موضوع خیلی خیلی حساس، مقایسه ونتی و کازوا. قبل از اینکه کازوا بیاد، ونتی بدون شک بهترین کاراکتر گنشین ایمپکت، یعنی نفر اول گنشین ایمپکت. کازوا که اومد این مقام ازش گرفت و خیلی هم گفتن که حالا کازوها کاراکتر اول گنشین ایمپکته، و حالا من که دوتاشون دارم تو ابیسم خیلی باشون بازی کردم، بذاری نظرم بهتون بگم. ببین از لحاظ قدرت و کارآمدتر بودن، کازوها به نظر من بهتر از ونتیه، اما توجه کنید فاصلهشون زیاد نیست، مثلا کازوها 10 نمرش لحاظ کارآمدی توی دمیج و ابیس، ونتی مثلا 9.5 9.3، خب چون که این بس مشکلی که این ونتی داره این اسکیلش و اون برستش، خب یعنی هی خطا میرن یا مثلا اون کسایی که میخوای و خوب جمع نمی کنن، اما کازوا تو 100% تضمینی کسایی که میخوای جمع میکنی. گرچه من برست ونتی رو بیشتر دوست دارم، خب مثلا احساس حسی آدم با آدم میده که دمیج بیشتری داره میده، و من اگه مثلا یه کاراکتر به هم میدادی که اسکیل کازوها رو داشت بعد برست ونتی رو داشت، اون موقع اون کاراکتر من خیلی دوست داشتم، اون دیگه بهترین کاراکتر گنشین بدون شک میشه. این از این. اما یه مورد دیگه، ونتی خیلی از لحاظ ماجراجویی اصلا راه رفتن، اصلا کاراکتر دستته یه حس خیلی بهتری داره، خب اصلا تو ونتی دستته احساس لاکچری بودن بیشتر داره، مثلا شما احساس میکنی این آیفونه، بعد مثلا این یکی سامسونگه، میشونگم یعنی مثلا وقتی راه میره اصلا خیلی شیک راه میره، مثلا احساس مون سریعتر هم راه میره، درست میگم؟ قبول دارید ونتی با اینکه کاراکتر قد کوتاهه، اما سرعتش اندازه کاراکتر قد بلنده. بعد حالا مثلا شیوه شلیک کردنش، اون بوش و مثلا افقی میگیره، مثلا خیلی اصلا کلا ونتی بگیره دست این کاراکتر رو احساس میکنه که یه حس خیلی نرم و روون و خوبی داره. خیلی عجیبه که دارم در مورد این قضیه خیلی صحبت میکنم، اما واقعا حس خوبی داره، قابل توصیف نیست، هر کاراکتری چه حس خوبی به آدم منتقل نمیکنه، نمیدونم چرا اینطوری. ونتی شاید چون جزء اولین کاراکترهایی که اومد 5 ستاره، اما بسیار این قضیه خوبه. بس در نهایت بگم که آقا به صورت کلی اگر بخوایم منطقی نگاه کنیم، کازوا بهتره،
عشقی بخوایم نگاه کنیم، عشق و منطق با هم نگاه کنیم، هیچ کدوم با هم فرقی نداره. هر کدومی که بیشتر دوست داشتید اونو بگیرید. هیچ چیزی رو از دست نمیدید. هیچ چیزی رو از دست نمیدید. اما بریم سراغ پسر گلم دیلوک. دیلوک کانسسه. دیلوکی که اسلحه 5 ستاره خودشو داره. وولفز گریوستون. این پسر من یه پسر ناخواسته بود. من این پسر رو نمیخواستم. چرا؟ چون قبلش یه دختر مهربون کانسه یک داشتم و این پسر نمیدونم کجای دلم بذارمش. خب و داخل ابیسم بردمش و چه اتفاقی افتاد؟ اون ویدیوهاش کات شد، شما ندیدید. تو ابیس اوکی کانسش سکه شده بود گیلوک، یعنی واقعا قوی تر شده، یعنی شما قدرت بیشتر رو احساس میکرد. اما خب این عادلانه باشیم، تلنتاش هنوز نهنو نکردم یه ذره، چون هوتا و تلنتاش 10-10. آرتیفکتاش هم ایدئال نیستن دیلوک. بذارم ببینم درست میگم. آره ببین اصلا خیلی کریت دمیج کمی داره. آرتیفکت دیلوک هم ایدئال نیستن. اما خب من هنوز و هنوز اون حس بهتری به هوتا دارم. این چرا؟ چون تحت هوتا هم این موشکه. خب یعنی یه نفر میگیره لهش میکنه. دیلوک این مسلسله، یعنی همه رو با هم دیگه میخواد بزنه. بعد واسه همین یه ذره مثلا یه ذره احساس میکنه کنترل نداری، ممکنه اون تیر خطا بره. هوتا رو میگیره له میکنه طرف، یعنی اصلا بگیر میزنش. واسه همین من حس خیلی بهتری از هوتا میگیرم. گرچه مطمئنم که یه سری افراد هستن که گیم استایل چون هست گیم پلی دیلوک رو بیشتر از هوتا دوست دارن، و اگر این چنین حسی دارید مطمئن باشید که دیلوک شما رو سرفکنده یا ناامید نمیکنه. خب یعنی از کاملا اون قدرتش رو داره. و میدونید که اون زمان که من ویدیو اول رو چیز کردم ضبط کردم، دیلوک بهتر مندی پیس بازی بود که تازه هوتا اومده بود دیگه، ملت فهمیده بودن که آره هوتا داره بهتر دیلوکه و خیلی جالبه. بریم سراغ پدر جانگلی. بعضی خطابش میکنن دادی جانگلی. بله اصلش اینه. بله ممکن تعجب کنیم بگیم what the fuck این چه اصلاییه. بذارین یه داستان واسه تو بگم که چرا چنین اصلایی داره. اون موقعی که من اول هوتاو رو گرفتم بعد جانگلی رو گرفتم، بعد اون موقع مثلا هنوز رنکم زیر 45 بود، زیر 50 بود. من برای اینکه آرتیفکت های هوتاو رو برم از اون دومین آتیشی بگیرم، کریزمان ویچ رو میخواستم برم بگیرم، بعد تنهایی نمیتونستم برم و نیاز داشتم که برم با چند نفره بازی کنم. بعد تنها کاراکتری که باهاش میتونستم برم تو اون دومینه، چون دومین آتیش بود، هوتا رو که نمیتونستم ببرم، بعد یه آدم غیر پایی رو میبردم. تنها کاراکتر جانگلی بود. واسه همین از اون موقع تا حالا من جانگلی رو مین دی پی اس نگه داشتم. آره دیگه تقریبا مین دی پی اس. بدبخت شیلدم نیست حتی. یعنی شاید هم بهش بگیم برست دی پی اس. یعنی مثلا برست که میزنه 70000 تا آدم چقدر دمیج میده. حالا اینم استاتاش هستن. اگر به نظرتون اسلحه بهتری میتونسته باشه تو کامنت ها بگید. آره کامنت ها بگید، من استقبال میکنم. یه نکته جالب در مورد تالنت جانگلی بهتون بگم که من مدت ها نمیدونستم. شما وقتی که اون سپر جانگلی رو به کاراکتر میدید 20% المنتال رزیستنس و فیزیکال رزیستنس دشمن رو کم میکنه. یعنی اوف خیلی چیز عجیب غریبی، اصلا خیلی عجیبه که من چنین چیزی نمیدونستم. بعد این باعث میشه که مثلا حتی بعضی وقت آدم ناراحتی که من چرا یه عنصر جاو آوردم، بعد رزونانس رو از دست دادم. خب اما بعد وقتی که آدم چنین بافی رو میبینه 20% دفاع دشمن کم شده، میگه فاک ایت، بهتر که جانگلی اومده، ارزشش رو داره که اون رزونانس رو از دست بدی اما این باف وحشتناک بگیر. بذارید چهار تا کاراکتر آخر با هم دیگه حالا اسلحه ها چیزاشون ببینیم. ایشون کازوا هستن که بیلد المنتال مستری دارن، 740 تا المنتال مستری داره، بعد بقیه چیزاش افتضاحن. وپنش هم این آیرون استینگ 90 ریفاین 3. آن چیز در مورد ریفاین کردن اسلحه ها بهتون بگم، بعضی از اسلحه ها هستن که با توجه به توضیحاتی که این پایین دارن شما باید حتما ریفاینشون میکنید. مثلا شوگان، این مثلا اینو من چک نکردم. مثلا الان شانگلینگ رو بهتون نشون بدم. شانگلین مثلا این اسلحهش من فبونیا لنسه، مثلا من نیازی نبود ریفاینش بکنم. چرا؟ چون اون ویژگی که اینجا تغییر میکنه میگه اگر تو نورمال اتک بزنی بعد نورمال اتک کریت بشه من بهت پارتیکل میدم. بعد از اونجایی که من مثلا هیچ وقت با شانگلینگ نورمال اتک نمیزنم،
نیازی نبودی اصلا ریفاینش کنم، خب الکی این کارو کردم. اما حالا مثلا شوگان، نه مثلا شوگان اصلش ریفاین پنجه باعث میشه که دمیج برستش و اسکیلش اینو زیاد بشه، اون خیلی خوبه دیگه. حالا اسکیلش نه، دمیج برستش زیاد میشه پس ارزش داره. حالا این یکی رو نخوندم. آره خب اینم خوبه. اینم حالا مثلا این چیزی که اینجا نوشته میگه دمیج المنتال دمیج زیاد میکنه پس هر چقدر ریفاینش بهتر بشه بهتر. این چه چیزی؟ آرتفکتش بری دیسنته. این آرتفکت من خیلی باش مشکل دارم. برای اینکه این آرتفکت کار کنه شما باید یه بار عنصر مثلا پایرو دشمن داره، خب بعد یه بار مثلا با عنصر پایرو رو سوئر کنی تا تازه دمیج پایرو در بیاد. خب من مثلا من چون هوتاو دارم اگر دمیج پایرو بزنم بعد کازوار بیارم بعد من خون ای هوتاو میره رو کول داون، خب اسکیلش میره کول داون بعد دیگه اصلا فایده به حالم نداره. واسه همین بعد حتما دو تا کاراکتر پایرو داشته باشم، چون مثلا امبر بیاد آتیش بزنه، کازوا بیاد سوارلش بکنه تا تازه این ورسیدنت فعال بشه، اون وقت تازه هوتا بیاد داخل. واسه همین زیاد دوست ندارم این قضیه رو، خیلی اذیت هم میکنم. حالا بینیم آرتفکت ها رو ببینیم، نظراتمون رو بگیم. 23 تا الیمنتال مستری، 6% کریت ریت، 47 تا الیمنتال مستری، اوه چه کارکتی، چه چیزایی، 5%، چه افتضاح، فقط اتک دارین یکی، الیمنتال مستری و آنومو دمیج و کریت ریت و اینم کاراکتر خفنیه، کاراکتر نه آرتیفکت خفنیه، اینم که انرژی ریچارج اینم. آره آرتیفکت گادی نیستن روش، اما آرتیفکت بسیار خوبی هستن. اگر میخواید بدونید که آیا یک آرتیفکت به اندازه کافی خوبه، آیا بیلد یک کاراکتر به اندازه خوبه کافی خوب است یا نه، این ویدیوهای قبلی ما رو میتونید ببینید. بریم سراغ شوگان. کاراکتری که من شدیداً نمیخواستم با من مین دی پی اس ازش استفاده کنم اما مجبورم، یعنی الان دیگه همش شوگان داره نقش مین دی پی اس رو بازی میکنه مثلا، و اصلا احساس میکنم که شوگان شاید واقعا ساخته شده تا مین دی پی اس باشه. یعنی الان یایمیکا بعدش اومد ساب دی پی اس بود، پس احتمالاً گنشیدم چند چیز تو مد نظرش بود، مثلا کاراکتر شمشیر و نیزه آورده دوست داره که مین دی پی اس باشه. حالا تلنتش نمیکنید 889 اینه که واقعا در نخور بود، این تلنت من واقعا نباید زیاد میکردم، اما حالا چون دیگه مین دی پی اس همه اشکال نداره، شاید کار زیاد اشتباهی نبوده، گرچه چرا کار اشتباهی بود. اینم که از وپنش یک هچ آرتیفکتاش، چون حالا سه نفر آخرن آرتیفکت رو سریع نشون میدم. اوه 23% انرژی ریچارج، هولی شیت. بعد حالا مثلا الان شوگان چون این آرتیفکت روشه، خب انرژی ریچارج خیلی دوست داره و فاکینگ 23%، هولی شیت، 10% انرژی ریچارج، او مای گاد چه آرتفکتی، 20% دمیج انرژی ریچارج. حالا اچ پی فقط بده وگرنه چیزا دیگه خفنه. انرژی ریچارج 16%، اوف آرتفکت های اوه مای گاد 24% کریت دمیج، این آرتفکت خوبیه به غیر از اون چند تای دیگه شد، آرتفکت های خفنی داره شوگان. به این منطقی باشیم، احساس میکنم حتی نیاز محاسبه خاصی هم نداره و متوجه بشیم خوبه. نظرم در مورد شوگان که قطعا مثبته، فاکین کاراکتر بسیار عالیه به عنوان مین دی پی اس، البته به عنوان ساب دی پی اس. میدونی بچه ها کنید یادتون باشه شما شوگان بازی میکنید بعد هدف اصلی تو این باشه که اولا بقیه کاراکتراتون اول برس بزنن بعد شوگان بیاد، دوما هدفتون این باشه که وقتی شوگان برس میزنه شما میخواید برست بقیه کاراکتراتون شارژ کنید، چون کار شوگان این شارژ کردن است، اینشه که خیلی خفنش میکنه، چون هی برست بقیه کاراکترها سری میاد و میزن دشمن رو لاتو پار میکنه. خب دخترم هوتاو دومین کاراکتر پر استفاده من، بریم سری استاتاش رو نگاه کنیم. 48 195% انرژی ریشت 118 40 تا الیمنتال مستری. این هوتاو رو یه قبلا کامل بررسی کردیم آرتفکت داشته دیگه، تو اون ویدیویی که آیا هوتاو به اندازه کافی قوی است یا نه. راستی یه نفر کامنت گذاشته بود، گفته بود که این جیدو که گذاشته روی هوتاو خوب نیست، یه دونه اسلحه دیگه روش بذار. من یادم رفته که میگفت کدوم اسلحه واسه هوتاو از جید بهتره بین اسلحه هایی که دارم. حالا باز حالا لیست اسلحه رو بعدا جورتر میبینیم، دوباره تو کامنت ها بنویسه بگی کدوم اسلحه خوبه. آرتفکتش هم میخوام سری ببینیم میگه 11% کریت ریت بد نیست، 12 6 بد نیست، البته اچ پی هم مهمه دیگه،
این HP هم مهمه، اون HP هم رولاش من نگاه نمی کنم، مثلا رول HP هم زیاد خورده. اما من به صورت کلی هیچ وقت مثلا آدمی نبودم که حال داشته باشم برم یه آرتیفکت گاد پیدا کنم، مثلا یه آرتیفکتی که تریت ولیوش بشه چون 40%، 35%. خب این اصلا حال این کارا نداشتم که برم مثلا 10 بار یه کاراکتر یه دونه آرتیفکت رو یا آرتیفکت واسه یه کاراکتری مثلا 10 تا نمونه پیدا کنم، مثلا از 10 تا یکیش خوب بشه. خب ترجیح میدم به جای اینکه این کارا بکنم کاراکترهای خیلی بیشتری رو بیلد بکنم. من چی میگم؟ با اینکه این کار باعث به فاک رفتنم میشه، اما فاک ایت میخوایم از بازی لذت ببریم. آخ سینگچو پر استفاده ترین کاراکتر من. این بچه ها توی گنشین ایمپکت تنها کاراکتری که من فکر کنم ما ازش میخوایم دوتا داشته باشیم، همه ما دوست داریم که اون کاراکتر رو دو بار داشته باشیم، سینگچوه. اینقدر این کاراکتر به در بخوره، اینقدر این کاراکتر عالیه، اینقدر این کاراکتر خداه، اصلا تو هر چقدر بگی کم گفتی، اصلا قابل توصیف نیست این قضیه. همونطور هم که میبینی کانس 6 داره، تلنتاش هم حالا تا جایی که تونستم بالا بردم، حالا بیشتر هم حتی میخوام ببرم. بعد دیگه آره دیگه آرتیفکتاش هم که این موارد هستند، حالا حال ندارم برم نشون بدم، اما این چیز مشخصه این 239% انرژی ریچارج، هولی شیت. من فکر کنم بخاطر اصلش انرژی ریچارج داره، این خیلی زیاد شد. هایدرو دمیج 80%، اوکی. نمیدونم آیا بیلدش بینه هست یا نه، چون جز اولین کاراکترهایی بود که بیلد کردم، اما احساس میکنم زیاد اوضاعش خراب نیست. دمیج ها و عددهای خیلی بالایی میدیدم. این از پایین قسمت کاراکترها. اگر اطلاعاتی که گفتم به دردتون خورد تو کامنت ها بگید، اگر خیلی ها به دردشون خورد اصلا ویدیو اینطوری بیشتر بدیم، کی میدونه. حالا دیگه حالا فعلا این قسمت بسته، بریم سراغ قسمت های فانتر و هیجان انگیزتر. میبینید شما تو زندگی همیشه چیزهای خیلی کوچیکی هست که دوست داریم اون چیز خاص ما باشه، دوست داریم که مثلا کلکسیون اون چیز جمع کنیم، مثلا کلکسیون استیکر مثلا فلان کاراکتر، چیز کوچولویی. حالا این علت فلسفی هم پشتش داره که واردش نمیشه، اما تو گنشین هر کدوم از ما هم باز چنین چیز خاصی داریم، یه چیزی که باز افتخار رو میشه. مثلا یکی اچیومنت زیاد دوست داره، یکی مثلا دوست داره یا عالمه مثلا گوشت مرغ داشته باشه، یکی دوست داره مثلا کاراکتراش 5 ستاره زیاد باشن، چنین چیزی. حالا اون چیزی که واسه من هست اون فرندشیپ هام. ببینید اگر من لیست کاراکترام بیارم اینا رو اگر من بر اساس فرندشیپ مرتب بکنم، من تا اینجا فرنشیپ تا اینجا یعنی 1 2 3 4 5 تا با 20 تا کاراکتر فرنشیپ لول 10 دارم. این یکی از افتخارات منه. حالا ممکنه برسید کسایی که نمیدونن فرنشیپ لول 10 چه تأثیری داره. وقتی که شما با کاراکتر اون دوستیتون تا ته میرسه بهتون یه دونه نیم کارت میده، بعد میایید اینجا. مثلا الان آخرین کاراکتری که باش دوست شدم نوئله، الان نیم کارتش اینجا گذاشتم. بعد میایم اینجا مثلا لیست نیم کارده خیلی خوشگل و خفن هست، مثلا این مال جانگلی خفنه، مال دایونا خیلی زیباست، بین همه اینا شاید قشنگترینش مال دایونا باشه. و آره اون چیز کوچولویی که من دوست دارم. کسایی که نمیدونن چطور فرندشیپ کاراکتر زیاد میشه، باید مثلا هر روز که میرید اون تسکا رو انجام بدید، این تسک بنفشا رو که میخواید انجام بدید، تو تیمتون اون کاراکترهایی بذارید که دوست دارید فرند دوستیتون باهاشون بالا بره. مثلا کن این 60 تا بهت فرندشیپ میده، کمپانیونشیپ میده بهت، اینطوریه که اون دوستیتون با کاراکترها زیاد و زیادتر میشه. این حالا اون چیز کوچولویی که من خیلی دوست دارم بهش افتخار میکنم. مورد جالب بعدی که من نگاه کنیم اینه که من چند درصد مناطق گنشین امپکت کامل کردم، یعنی ماجراجویی چند درصد کامل کردم. مثلا اینجا نوشته که مثلا تو داخل این منطقه 97% ماجراجویی رو انجام دادی. الان 100% باقی مونده چیه؟ مثلا یه سری سیلی هستن، یه سری چست هستن که باز نشده، ولی برای اینکه اونا رو پیدا کنی یه دونه قطنما هست که بهت میده بازی. بزن یادتونشون بدم، داخل گجت ها میاید، بعد این قطنما رو برمیدارید. مثلا الان من کجاست قطنما؟ 3 تا قطنما دارم، اینجاست. این قطنما مثلا آنموه، این برای مثلا شهر مانسته، این جوه برای شهر لیوی. حالا برای چیزی شانس نگرفتم، برای شهر اینازوماش نگرفتم. اون قطنما رو برمیدارید، بعد استفاده میکنید، بهش میگه برو اونجا، اون چسته اونجاست. خب که حالا آقا دیگه 97% این چیزا، من خودم همیشه سعی میکنم مثلا حدود 80% 85% نگه دارم. حالا این 97% اتفاقی اینطوری شده، مثلا از بس هی داشتم اون دور برام میچرخیدم، هر چیزی جلوام میومد انجام میدادم، یه کم کم زیاد شده و جالبه که 100% هم داره.
اما به صورت کلی چون اوایل بازی بودی منطقه حالا درصدش بالاست. خب اما حالا دیگه تو لیو اینا که اومدیم دیگه مثلا حوصله نداشتم همه جا رو بگردم 70 دیگه. دیگه حواسم بود که زیر 70% نیاد. خب یعنی زیر 70 بیاد یعنی دیگه اوضاع خرابه. حالا دیگه شما همینطور فکر کنم ماموریت اصلی بازی رو انجام بدیم خودکار بالای 70 میاد. حالا یه جایی که خیلی علاقه من بودم ماجراجویی کنم بحث کزم بود. چند درصد شده کزم؟ 91%. آره کزم خیلی زیاد بود. بریم اینازوما. اینازوما هم خیلی من گشتم. چند درصد؟ 89 89 94 74. این قسمت اصلا نگشتم. 75 92. آره حالا سکن. آره اینطوری هست. این من خیلی وحشی ماجراجویی نکردم حقیقتا. میدونم که خیلی از شما هستید تا یه منطقه میاد سری 95%ش میکنه. اصلا نمیدونم بدون قطنما هستم. بدون قطنما این کار انجام میده خیلی برگریزون این کارتون. اما دیگه من مال من اینطوری بود. من زیاد حوصله این کارا رو ندارم. اما بچه‌ها بدترین چیز این بازی این درخته بود. اصلا من احساس میکنم که گنشی من اشتباه کرد. اصلا نمیخواد چنین درختی رو بده 50 تا لول داشته باشه. اصلا آقا آدم پیر میشه تا 50 تا در بیاره. اصلا حال حوصله این کار ندارم. تازه چیزی هم که نیاز داره چست عادی. هی برو بگر چست پیدا کن. این مسخره بازی چیه دیگه؟ What the fuck is this؟ این خیلی رو مخم بود. و fuck it. جالبه که بدونید من بعد از این همه ماه که اینازوما اومده هنوز مجسمه لول در نکردم. بعد منتظر بودم که اون ماموریت‌های هفتگی رو انجام بدم تا این قطنمای رو بالاخره گرفتم. قطنمای کجاست؟ من چرا اینو نمی‌بینم؟ آها گجت قطنما نیست. یه گجت این که مثلا آنوموکولوسه گجت الکتروکولوس گرفتم از برین خیلی کیمیاگری بسازیدش. حالا منتظرم که با کمک اون دارم بقیه‌شون پیدا کنم چون واقعا خیلی کار سختیه. 100 و خورده اینم 130 تا الکتروکولوس بود پیدا کردیم. حالا فقط یه 10-11 تا بیشتر نمونده و اونم پیدا میکنم. این مجسمه به زودی لول 10 میشه بعد. لتس گو. بریم سراغ ابیس. این ابیسی که دارید میبینید بعد از خدای جنگ 2. یعنی من یه ابیس دیگه هم 36 ستاره کردم و کلا الان من 3 تا ابیس 36 ستاره کردم. این خدای جنگ 2 بود، این خدای جنگ 1 بود. که حالا چیزی که اینجا هست، اینجا ننوشته تو 75 بار رفتی. چرا؟ چون که من وسط چمبر اگر ریستارت بکنی ثبت نمیشه. من چمبر تو ته میرفتم تا این آمارش ثبت میشد. اما چون چمبر 1 بود هی برمیگشتم اولش اونو ثبت نمیکرد بشمار. اما مثلا این یکی ابیس مثلا شده 40 بار چون مثلا چمبر تو ته میرفتم مثلا اون موقع ثبت میشد. حالا اگه نگاه کنید بیشتر از چه کاراکتر استفاده میکردم این مدت ها، همیشه توجه کنید که مثلا سینکچو حالا اول دومه، خب چهارم شد الان اینجا. این یکی چمبر من رفتم، این یکی ابیس رو رفتم بررسی کردم کدوم ابیسی که خوب زدم و اون ابیسی بود که بنر هوتها برای بار دوم اومده بود و من فکر میکردم که اون ابیس کمک نکرد. اما چرا اون ابیس بسیار عالی بود. خلاصه که اینطوری من واقعا هدفم هیچ وقت 36 ستاره کردن ابیس نبود. اصلا نمیدونستم چه چیزی هدف گنشین امپکته، نمیدونستم آمارش اصلا ثبت میشه. اما دیگه خلاصه این که آمارا اینطوری هست. اوه 47000 تا دمیج هوتها اون موقع. دمیجای من عدد غول ندارم چون اصلا چنج سبکی هم هیچ وقت کار نکردم که دنبال عددهای گنده باشم. گرچه الان فکر کنم اکثر دمیج اینجا 106-170,000 باشه، اما تو این ابیس جدیده چون که هی بهم اچ پی پرسنت میداد، هی حد اکثر دمیج هوتا رو بیشتر میکرد، 250,000 تا فکر کنم رفت. اما واقعا نه بلد هستم تو این قضیه که دمیج رو زیاد بکنم فعلا، نه اینکه دنبالش بودم. شاید توی ویدیویی سعی کنیم که حد اکثر دمیج و اوتها رو بکشیم گیرون، ببینیم که تو چقدر با بافا میره بالا. این بود از ابیس. امیدوارم که حال کرده باشی. یه نگاهی به اسلحه ها بندازیم. 5 تا اسلحه 5 ستاره دارم. این که چرت کاراکتر خاصی ندارم بهش بدم. این یکی هم فاکین خیلی بد، این خیلی نامردی بود. این اسلحه مثلا این اسلحه مخصوص ونتیه، بعد مثلا علنا ایدئال ترین اسلحه ونتی نیست. مثلا یه سری اسلحه دیگه هستن مثل استرینگلس، اون برای ونتی بهتره. من خیلی مخادمه. این هم که فاکینگ اسلحه اصلی دیلوکه و به دردش نمیخوره. تنها اسلحه‌ای که بین اسلحه ها واسه خیلی خوبه این یکیه، این جیده. من بقیهشون واقعا زندگیمو بهتر نکردن. این زندگیمو بهتر کرده کچ، این زندگیمو بهتر کرد یه بازه زمانی. ایشون هم که عالی هستن.
بعد سک اسلحه سک، اون اسلحه هایی که دوبار اسکیلی میزنن بسیار عالی هستن. بعد دیگه فبونیلنس عالیه. خلاصه این که اسلحه ها رو اینجا میبینید. این ماهی هم دارم، شاید بعضی این ماهی هم استفاده کنم، ریفاین 5. بهتون گفتم من آرتفکت لول 20 زیاد دارم، چون که هر چی بود و مثلا دور نمیندازم آرتفکت لول 20 و همینطور هی زیاد تا اینجا آرتفکت لول 20 دارم. چند تا میشه بذاریم بشمارم؟ 82 تا آرتفکت لول 20 دارم. میبینید چقدر عمر صرف این شده. بعد یه عالم کاراکتره مثلا آرتفکت های 8 چرت و پرت هایی که لولش بالا نرفته، الان هم که 1000 تا آرتفکت مونده تا استفاده بشه. بچه من خیلی دلم میسوزه که این لول 50 رو به خورد بقیه آرتفکت ها بدم. شما چیکار میکنید؟ تکنیکتون چیه؟ من این همه آرتفکت لول 5 دارم، بعد مثلا هی میترسم بدم به کسی، میگم نکنی یه دفعه کاراکتر بیاد که مثلا دیفند دوست داشته باشه، بعد مثلا آنمو دمیج هم باشه، مثلا چنین چیزایی. یه چنین فکرهایی می تو ذهنم، بعد جلومو میگیره که این آرتفکت ها رو به خورد بقیه آرتفکت ها بدم. تکنیک شما چیه تو این زمینه؟ کامنت ها بنویسید. این قسمت هم تنها چیز جالب شده این باشه که من هر هفته میام این باسا رو میزنم و شما پیشنهاد میکنم اگر دوست دارید کانتنتتون قوی بشه هر هفته بعد برید باسا رو بزنید تا این چیزاتون زیاد باشه، چون که هر هفته مثلا یه بار بیشتر بهتون چیزا رو نمیده، مثلا در طول چندین ماه مثلا این همه از این چیزا اینجا جمع شده. من کار خیلی پسندیده ایه. این چیزا هم که بعد زیاد داشته باشید اگر خواستید کاراکترتون مثلا تا لول 90 ببرید. علتش اینه که من اینقدر زیاد دارم. بعد 13 تا تاجم دارم و در واقع 4 تا کاراکتر رو میتونیم چیزش کنیم، 3 ستارش کنیم. شاید با این کار انجام بدم، کی میدونه. بریم سراغ منابع بعدی. این اسلحه ببین چقدر کم میده به آدم. لامصبان 4 6 3 6 4. این همه هفته من بازی کردم هنوز 5 تا ندارم از همشون. خیلی مخه. گرچه داخل این از این جعبه ها دارم، از این دو تا از این جعبه ها دارم که مثلا خواستم میتونم انتخاب کنم. حالا میترسم یوز بزنم، فعلا نمیزنم. یعنی اینجا میتونی مثلا هر کدوم از اینا رو خواستی دلخواه خودت انتخاب کنی. خیلی خوبن. حالا ببین چقدر گوش داریم. 1605 تا گوش داریم. شما چند تا گوش دارید؟ شما چند تا تخم مرغ دارید؟ ها 915 تا مرغ. بسیار چیز خفنی هستن. یکی از چیز افتخارات دیگه من همینه، تعداد گوشتی که دارم. الان فکر کنم گیاهخواران دیگه ما میان نابود میکنم ما رو، مثلا 10 سال دیگه این قسمت ویدیو در میارن. تو یکی از افتخاراتت این بود که تعداد گوشتایی که در گنشین پک داشتی. ها چند تا حیوان مجازی داخل گنشین پک کشتی؟ نه والا چند تا. بیا برو دادگاه تا ما حساب شما رو برسی. هولی شت. یه سر هم بزنیم به سرینی پات، جایی که یادتون اولای ویدیو ساختم، بعد خیلی با عشق و علاقه میگفتم واو یه جایی که ما خلاقیت رو خرج میدیم، چیز میز میسازیم، اینجا جای بروز خلاقیت و هنره. بعد الان تنها کاری که میکنم چیه؟ میام اینجا مالیات جمع میکنم، میام اینجا میام بشین یارو سکه ها رو میگیرم. خب سکه ها رو میگیرم، این فرنشیپ ها میگیرم. بعد که اینا رو گرفتم مستقیم میام داخل شاپ فقط. بعد اینجا اینا رو اول بزرگوار میخرم، با این آرتفکت ها رو میتونی ارتقا بدید. بعدش اینا رو میخرم همشو. بعد اگه پول هم اضافه اومد اینا رو میخرم. اینجا محل گرفتن مالیات من، یعنی تنها سود و فایده که این قسمت داره واسه همین چیزی که دیدید. این کارا رو میام هر چند روزی بار انجام میدم و خدا نگهدار سرینی پات. حالا دوستان فکر کنم مهمترین چیزایی که باید نشون دادم و الان یه آخر ویدیو فقط صحبت بکنم. من مدت ها بعد از اینکه فهمیدم ابیس چیه خیلی رو مخم رفته بود، یعنی مثلا تنها قایتم شده بود که اینقدر کاراکترم رو قوی بکنم که بتونم بالاخره ابیس رو 36 ستاره کنم. و الان که مثلا حدود یه ماهی است که تونستم میتونم ابیس رو 36 ستاره کنم، واقعا بعد از حدود مثلا یک سال که این کار نکرده بودم دوباره دارم از گنشین لذت میبرم. یعنی واقعا ابیس چیزی که مخ آدمه، یعنی مثلا نمیذاره لذت ببره، چون که احساس میکنه که هنوز یک کار نکرده داری که باعث نمیشون لذت کافی رو از زندگی واقعیت ببری. تو زندگی هم فکر کنم اتفاق زیاد میفته، مثلا تو میخوای بری مثلا یه بازی بکنی اما مثلا یادت اون که تکلیفه رو انجام ندادی، مثلا نمیتونی از اون بازی لذت ببری. یعنی 20 واسه من چه حکمی داشت؟ الان که اخیرا 36 ستاره شده، الان زمانیه که من یه لحظه صبر کنم، یه لحظه نه fuck it.
من باید این کار انجام بدم بعد صحبت. دوستان میخوام تکنیک خیلی ناب بهت نشون بدم. وقتی که الوی داخل تیمتون هست، این پرنده ها ازتون نمیترسن. پس شما نزدیک میشید، برستو میزنید، برستو میزنید. یس یس یس. این بهترین حس توی دنیاست. این بهترین حس داخل دنیاست. آه قبول داری یا نه؟ بهترین و خنده‌دارترین کار توی گنشین ایمپکت همین زدن این پرنده هایی که روی این پل هستن. بسیار عالی بود. خیال کردم. بله داشتم میگفتم. من دوباره دارم از گنشین ایمپکت لذت میبرم. دوباره دارم قطنما رو میگیرم دستم. میرم دوباره کوچکترین چست ها. از این کار دارم لذت میبرم. خوشم میاد. دوباره لذت میبرم از اینکه اچیومنت ها رو فارم کنم. کجاست اچیومنت ها؟ مثلا چون کارا تموم شده دیگه کاری نیست انجام بدی، مثلا میام اوکی این چالش رو انجام بدم، اون چالش رو انجام بدم و دوباره داره گنشین ایمپکت واسه من لذت بخش میشه و این خیلی خبر خوبیه. بعد از یک سال که رفتم این باتلاق عبیس، الان دوباره من بیرون دارم نفس میکشم و این خیلی حس خوبیه. شما سعی کنید که وارد باتلاق نشید. چون ببین این بچه ها برای اینکه شما بجید مثلا عبیس رو بزنید قسم میشه یای و یک سال مثلا خیلی کم کم وقت بذارید، مثلا روزی یه ساعت نیم ساعت وقت بذارید مثلا من، یا اینکه بعد یه بخش زیادی از عمرتون زندگی تو ساعتهای زیادی بذارید بعد گنشین بازی کنید، خب که این منطقی نیست. خب مثلا من چون الان کارم اینه که مثلا دیگه یوتیوب دارم ویدیو درست میکنم، اوکی یه ذره منطقیه این کار، یه ذره کوچولو منطقیه. اما شما اگر وقتشو ندارید عبیس و معیار خودتون نذارید، صرفا کاراکترهایی که دوست دارید قوی کنید تا تو دنیای بازی برید حال کنید، برید تو ایونت ها مثلا حال کنید، الکی دنبال عبیس نباشید، یا حداقل فقط به طبقه 11 عبیس فکر کنید، به طبقه 12ش فکر نکنید. طبقه 12ش سمیه، تاکسیکه. خب هر کسی نمیتونه طبقه 12ش رو بزنه. بعضی خیلی وقتا شما کاراکتر خاص نیاز دارید تا طبقه 12ش رو بزنید. پس الکی خودتون تو باتلاق عبیس نندازید، واقعا باتلاق. اگه عبیس اسمش یعنی چی؟ یعنی همون، یعنی یه دره بی انتها، یعنی باتلاق. یعنی حواستون باش اصلا اسمش روش من چی هستم، حواستون باش. در انجام بگم که من روزانه گنشین ایمپکت بازی میکنم، هر روز میام این تسکامو انجام میدم، این تسکای بنفشا رو انجام میدم، هر روز میام دنبال اینم که آقا مثلا اگر این ویکلی چیزا، این چیزا مثلا این چیز هفتگی چیزی بتونم انجام بدم انجام میدم. هر روز رزینا رو مصرف میکنم. هولی شت، این رزینا رو باید هر روز مصرف کنید برای اینکه اکانتتون قوی بشه. این کارو انجام میمت چه؟ این بازی گاچاه. خب یه بازی سبک بازی گنشین بازی گاچاه. گاچا یعنی چی؟ یعنی دوست داره که شما هی برگردید، شما هر روز بیاد بازی کنید. یعنی چی؟ یعنی میخواد شما رو بردگی خودش در بیاره. خب یعنی شما برده گنشین هستید، کارمند گنشین هستید و هر روز باید یک ساعت بیاد حاضری بزنید تا اون چیزهای خوبی که دوست دارید بهش برسید. خب حالا بعضی دوست دارن این کار انجام بدن، یعنی اوکی فان روزانهشون همین. بعضی ها هم گنشین فانشون، هم سریال نگاه میکنن، هم چه میدونم کتاب میخونن، هم میرن بیرون. این بده. خب این حواستون به این ویژگی خاص گنشین و سبک بازی گاچا باشه، حواستون باشه که تایم روزانهتون دارین چیکار میکنید. خب این قضیه خیلی واسهتون مهمه و حواستون باشه که این ناخودآگاه برده نشید، ناخودآگاه کارمند گنشین نشید. یه اصطلاحی هست میگه که If you don't command your life، اگر تو خودتون فرماندهی زندگی رو به دست نگیری، your life will command you. یعنی اون وقت زندگی تو رو برده خودش میکنه، زندگی تو رو مجبور میکنه کاری که میخوای انجام بدی. یعنی اگر تو مثلا فکر میکنی اوکی الان این ساعتی که دارم، این وقتی که دارم، بهتره که مثلا فلان کتاب بخونم، خب اما به بدنت دستور نده که این کارو بکنی و اون کتاب رو نمیخونی، پس فردا یه جایی میرسه که مثلا به دانشون کتاب نیاز داشتی بعد الان نداریش، بعد زندگی میاد میزنه پس کلهت، میگه خب حالا که این دانش نداری پس مجبوری فلان کارو بکنی. حواستون به این قضیه باشه، حواستون به مدیریت خودتون باشه، مدیریت زمانتون نه، مدیریت خودتون. به خودتون دستور بدید اون کاری که فکر میکنید درسته رو انجام بده. همیشه این خیلی مهمه. یعنی هر کاری انجام میدید قبلش به خودتون فکر کنید که چرا من دارم اون کار انجام میدم، آیا این کاری که دارم انجام میدم درسته یا نه. بچه داخل این ویدیو من خیلی صحبت کردم و حقیقتا مطمئن نیستم که اطلاعات غنی و ارزشمندی بهتون دادم یا نه. امیدوارم خوشت اومده باشه. اگر خوشت اومده یا نظری دارید تو کامنت ها بگید. لایک ها و حمایت های شما همیشه دلگرم کننده است و
خدا رو شکر که این ویدیو دیگه تموم شد و تا ویدیوهای بعدی بدرود.